فرمان مولتی لاین یا ام لاین، خطوط مرکب در اتوکد. بسیار زیاد اتفاق میفته که شما بخواید مجموع چند خط رو کنار هم دیگه داشته باشید. کوچکترین مثالی که میتونم براتون بزنم بخش مربوط به پنجره است. خب اگر من یک ترسیم رو برای شما انجام بدم، برای مثال یک فضای خیلی کوچک رو، و اگر من دیوارهای 20 سانتی ازش استخراج بکنم، طبیعتاً خیلی احتیاج دارم که پنجره‌های متنوعی رو ممکنه برای این فضا تعریف بکنم. مثلا یه پنجره اینجا دارد، یکی با بزرگتر، دیگری متنوعتر، و ببینید آیتم‌های مختلفی رو براش به عنوان پنجره تعریف می‌کنم. یکی از کارهایی که میتونیم انجام بدیم این هست که ما بیایم یک مولتی لاین یا خط مرکب تعریف بکنیم و به وسیله اون هر زمان که خواستیم پنجره داشته باشیم. خط مرکب تشکیل شده از چند خط کنار هم دیگه. فرمان ام لاین رو اگر بزنید به عنوان مخفف ام ال انتر، به صورت پیشفرض و دیفالت اگر بخواد شروع بکنه به ترسیم، حالا میگه استارت پوینت مثل لاین دو خط موازی هم رو داره رسم میکنه. چند تا نکته رو اول دقت بفرمایید. فاصله ابتدایی و دیفالت بین دو خط یک هست. خب ما در پنجره عدد دودهم رو احتیاج داریم. نکته دوم این که مبنای محاسبه بالای خطوط جاستیفیکیشن، یعنی اگر دادم طول پنجرم 1.5 متر باشه، این دوتا خط 1.5 متر هستن بالای خطوط. و نکته بعدی این که اگر وارد فرمان بشم، فعلا داره در استایل استاندارد کارش رو انجام میده. هنوز استایلی تعریف نکردیم و گزینه اسکیل یا مقیاسش که اینجا معمولاً بهش دست نمیزنیم به عنوان ضریب استایل تعریف میشه، عدد 1 هست. استایل به چه شکل تعریف میشه؟ میرم منوی فرمت، گزینه مولتی لاین استایل. دقت کنید که اینجا اندازه ها نسبت به مرکز یا وسط یا آکس بین دو خط تعریف میشه. استایل جدیدی تعریف میکنم از گزینه نیو، اسمش رو هم میذارم W مخفف ویندو. کانتینیو. در حال حاضر من دو تا المنت دارم. پنجره 4 تا خط داره. در حال حاضر فاصله بین دو خط من 0.5 مثبت و 0.5 منفی است که طبیعتاً همون جور که دیدید فاصله رو 1 در نظر میگیره. پس اولین کاری که میکنم فاصله رو تغییر میدم. میگم 0.5 مثبت بشود 0.1 مثبت. 0.5 منفی بشود 0.1 منفی. حالا ضخامت خط من شد 20 سانتی. همچنین میتونید همینجا رنگ خطوط رو هم تغییر بدید. نوع خط هم قابل تغییر است. برای پنجره من دو خط دیگه میخوام. گزینه اد رو میزنم. همون جور که گفتم نسبت به مرکز تهیه میشه. پس اولیش رو 0. بنابراین میتونم تعیین بکنم این خط که اینجا از عمد زرد رنگش میکنم، حالا در گزینه مثبت عددش بشود 200. خط دیگری تعریف میکنم. این بار خط جدید هم که زرد رنگ است، فاصله 200 باشد اما 200 منفی تا شکل ظاهری مشابه پنجره بشود برای دیوار 20 سانتی. شما میتونید با لاین ابتدا و انتهای این موضوع رو ببندید، به لاینتون زاویه هم بدهید، همچنین با آرک ببندید، با آرک داخلی ببندید و تایید کنید. حالا من اینجا یک استایل جدید برای پنجره تحت عنوان ویندو تعریف کردم. اوکی. وارد فرمان ام لاین میشم. انتر.
استایل رو تغییر بدم به W و حالا چون میدونم مبنا بالای خطوط هست، دو نقطه بالا رو انتخاب و تمام. همونجور که میبینید به راحتی استایلی برای پنجره های من تعریف شد و هر زمان که بخوام در هر جا پنجره داشته باشم فقط کافیه دو نقطه رو بهش بدم و اون برای من پنجره رو رسم کنه. گاهی ممکن است بخواید پارتیشن شیشه‌ای داشته باشید. رسم شبیه پنجره است. اما مثلا اگر فضاهای داخلی رو بخواد تفکیک بکنه عددش نصف پنجره خواهد بود. یه چیز حدود 10 سانت. پس اگر وارد فرمان املاین شدید، استایلتون رو ویندو انتخاب کردید، میتونید مقیاس یا اسکیلتون رو نصف کنید. حالا چیزی که خواهید داشت یک پارتیشن مثلا 10 سانتی متری است. ادیت و ویرایش مجموعه استایل ها با دابل کلیک روی خودشونه. مولتی لاین رو با یک دابل کلیک انتخاب کنید. حالا مولتی لاین ادیت محل برخورد رو میتونه براتون متفاوت تعیین کنه. مثلا شما میگید میخوام این خط با این خط در زمان محل برخورد همچین شکلی داشته باشه. کنج میخوای داشته باشی، دوباره یه دابل کلیک، این بار گزینه کونیک رو انتخاب میکنی در کورنرها، این گوشه و این گوشه. خب ما قبلش پاکش کرده بودیم، بنابراین به راحتی تونست اتصال رو برقرار کن. پس هر زمان ببینید من الان یک املاین دیگه اینجا رسم میکنم به این شکل. حالا میگم دابل کلیک، این گوشه رو خیلی منظم به من بده. به این شکل براتون قشنگ گوشه رو هم قرار ده. نکته ای که باید بدونید اینه که اگر املاینتون رو اکسپلود بکنید از حالت به هم پیوسته خارج می شود و دیگه ماهیتش می شود چند لاینی که نسبت به هم کپی و آفست شدن و دیگه امکان ادیت نخواهد داشت.